این ربات رو نگاه کن، از هوش مصنوعی داره استفاده میکنه، یا حتی ماشینایی که دیگه بدون سرنشین عملا توی خیابون دارن راه میرن. رسیدیم مرحله آزمایشش. جذابیت داستان اینجاست، میخوایم تست کنیم ببینیم روی پرس هیدرولیک و صنعت هوش مصنوعی تا کجا پیش رفته. سلام، یاسر نجفی هم، بریم با این مدل پرس شروع کنیم. ویژه بنداز به خفن ترین سازه توی صنعتی که این روزا داره اتفاق میفته. بدون اپراتور، یه تولید کننده رو در نظر بگید که میخواد یه همچین قطعه‌ای رو تولید کنه. این میشه خروجی کار. تو خط تولیدش یه اپراتور باید بذاره، حالا یه خانم یا آقای فرمان بده یه دکمه رو بزنه بیاد اینجا، اضافاتش رو حذف کنه، خروجی محصول ببره برسونه به یه جای دیگه. درست شد؟ حالا قراره اینو حذفش کنیم، تعداد رو بیاریم بالاتر و خطای انسانی توی کار اپراتوری بیشتره. اینو بخوایم حذفش کنیم چطوری استفاده میکنیم؟ میاییم پرس هیدرولیک رو در نظر میگیریم. این ماشینی که شما میبینید، هر چیزی که توی خونت هست یک قسمتش با پرس هیدرولیک سر کار. از پلی‌استیشن بگیر، تلویزیون بگیر، ماشین بگیر، مبلت بگیر، یک قسمتش توسط این ماشین صنعتی داره یه فشاری بهش داده میشه که قالب شکل بگیره. خب بهش میگم پرس هیدرولیک، تشکیل شده از یک سازه. خوب نگاه بکن، برای طراحی این پرس هیدرولیک ما یک اسکلت کلی داریم. جدیدترین مدلاش هم اسکلت هیچ تغییری نکرده بود، حالا یا تکمیله یا به صورت 4 میل داره کار میکنه که دقت بیشتری داره. برای فشار و وارد کردن یک زوری اندازه 40 تن، 30 تن، اون میزانی که لازم داره که شکل بگیره مثل بدنه خودرو یا هر قطعه دیگه ای، باید استفاده کنیم از یک جک هیدرولیک. این جک هیدرولیک ما کورسش با توجه به ارتفاع قطعه کارمون انتخاب میشه. یه ویدیو تو کانال گذاشتیم راجع به زغال‌های صنعتی، به زغالی که روی قلیون می‌ذاریم استفاده میشه بازم از پرس هیدرولیک. برای فشرده سازی میایم از یک جکی استفاده میکنیم. طول قطعه کارمون مثلا 15 باشه، میایم قد اینو 20 سانت در نظر میگیریم که بیاد فشار رو انجام بده. طبیعتاً پشت پرده کار پیچیده تر از این حرف هاست، چون ما باید یک انرژی رو جمع کنیم. تا اینجاش هنوز وارد بحث فرمان نشدیم، میخوایم ببینیم پرس هیدرولیکه چطوری داره کار میکنه. این جک هیدرولیک ما 2 پورت لازم داره، یک سیال پرفشاری که قابلیت تراکم بیشتر داره باید بیاد توی این جک به این فرم قرار بگیره. ما پشت و جلوی پیستونمون یک فضایی داریم داخل این سیلندر استوانه ای که روغنه بازی کنه. این پیستون هر چقدر بره جلو یا بیاد عقب، میبینی که شفت میاد بیرون و روی یک قطعه ای داره فشار وارد میکنه. درسته؟ پس خروجی کار ما اینطوری شکل میگیره. روغنه از کجا اومده؟ اصلا چرا بهش میگیم روغنه هیدرولیک؟ چون هیچ چیزی تا حالا تولید نشده که به این راحتی بتونه انتقال نیروی فوق‌العاده‌ای داشته باشه. پس روغنه پرفشار از کجا میاد؟ میرسیم به این مجموعه‌ای که داریم میبینیم. این پرس هیدرولیکی که همه جا هست و شاید 90% کسایی که با پیج ما تازه آشنا شدن نمیدونن که کاربردش چیه. جالبه بدونی که همین ویدیوهایی که میبینی فانه و بیشترین ویو رو توی یوتیوب داره هم پرس هیدرولیکه. میبینی چه فشاری داره، هر قطعه ای رو میذارن زیرش قشنگ خورد میکنه و از بین میبردش. برای این کار از این یونیت ها استفاده میشه. این یونیت هایی که شما دارید میبینید
یک مخزنیه که همون روغن هیدرولیک به اندازه پمپ هیدرولیکی که ظرفیتش بر اساس پمپاژ روغن توی دقیقه انتخاب میشه طراحی شده، مثلا 25 لیتر با یک پمپ 10 لیتری. این توی دقیقه میاد 10 لیتر از این مخزن رو پمپاژ میکنه. میده کجا؟ میده پشت این شیر کنترل. هی روغنه میاد پشت این شیر قرار میگیره، زمانی که میخوایم فرمان بدیم میرسه به جکمون. هوش مصنوعی اینجا به کارمون میاد. تا اینجا ما یه قطعه ساختیم، یه جکی گذاشتیم که 40 سال پیش 100 سال پیش هم بوده. خب هوش مصنوعی کجاشه؟ ما توسط یک تابلویی که قبلا استفاده میشد به اسم PLC میومدیم به این فرمان میدادیم. مثلا میگفتیم آقا توی 20 ثانیه یه بار با یک دقت فوق العاده بالا که کامل ترین نوع فرمان به اسم تابلو برق یا یک قسمتی به نام PLCه فرمان میدادیم و شیرمون جابجا میشه. این شیر که جابجا میشه تو این مکانیزمی که داری میبینی روغن میومد پشت جک قرار میگیره. جک من یه دونه ضربه میزد و حالا دوباره مسیر روغن عوض میشه توسط این شیر توی این مدار و برمیگشت توی مخزن. یک هوش مصنوعی میخوایم که فرمان اینو دقیق تر انجام بده. یعنی چی؟ یعنی با دقت بیشتر، بدون اینکه حتی لازم باشه تو توی یک روز سر بزنی به اینکه روشن خاموشش کنی. حتی به این درجه رسیده ترکیب علم با هیدرولیک و صنعت. یه نگاهی دقیق تر بندازیم به خط تولید هایی که تو ایران هیچ رنگ و بویی از اروپا نداره. توی اروپا اومدن از این هوش مصنوعی توی خط تولید کارخونه ها استفاده کردن که چطوری هر ماشینی میاد با یه کیفیت فوق العاده دقیق با کمترین نیروی انسانی داره کار میکنه. این دستای رباتیکی که داریم میبینید استفاده شده از هوش مصنوعی توش. حالا اینا رو قرار شبیه سازی کنیم روی پرسای هیدرولیک. این قسمت PLC رو یه مقداری تغییرش میدیم، یک مقداری درگیر هوش مصنوعیش میکنیم. یعنی چی؟ یعنی زمانی که میخوایم فرمان بدیمش به شیر کنترل جهتمون یا شیر کنترل فشاری که وظیفه اون پخش نیرو روی قطعه کار در نهایت روی صفحه پرس هیدرولیکمو داره، هوش مصنوعی انجام میده. اینکه الان میبینه قطعه ضخامت آنچنانی نداره یا سطح کیفیت روغن من اومده پایین‌تر، پس اینجا یه استوب به سیستم میدم یا فشار سیستم رو بیشتر یا کمتر میکنم، بدون اینکه احتیاج به برنامه ریزی دستی داشته باشه. چون این هوش مصنوعی با توجه به داده و اتفاقات اطرافش داره تصمیم میگیره. خیلی اتفاق بزرگی توی صنعت، میتونه ما رو خیلی جلوتر بندازه. شاید خبر بدی باشه برای نیروی انسانی که هر روز داره کم رنگ‌تر میشه توی کارخونه و کارگاه ما، ولی کار تو به عنوان کارفرما و کسی که با پرس هیدرولیک سر کار داره خیلی راحت‌تر میشه. تو با هوش مصنوعی میتونی 10 تا نیرو کمتر کنی با دقتی که بیشتر از 100 نفر وارد سیستمت داره میشه. تو میتونی با هوش مصنوعی پرس هیدرولیکی داشته باشی که حتی خودش قابلیت تغییر جایگاه قطعه کارت هم داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی مثل یه همچین پرس هیدرولیکی که برای مثلا میگم توی تزریق پلاستیک داره استفاده میشه، شما برای پر کردن مواد اولیت هم میتونی یه فلش بک بدی به هوش مصنوعی که خودش نوع مواد هم تشکیل بده که از توی مخزن اولیه کدوم مورد رو توی این مارپیچ قرار بده که بیاد پشت صفحه حرارت دهنده و زور ما، به اصطلاح میگن فک زور ما، قرار بده که بیاد و یه همچین قطعه کاری تحویل شما بده. این میشه ترکیب هوش مصنوعی. پس جذابه، همش اینطوری نیستش که آهنگ هایده و مسیر رو قاطی کنه. اگه بتونیم ازش درست استفاده کنیم میتونه توی کارمون یک تغییر بزرگ ایجاد کنه که همه رو شگفت زده میکنه. اما نکته جالب اینجاست پرس هیدرولیکمون در نهایت به چه شکلی در میاد. خروجی کارمون یه همچین دستگاهی در میاد، ترکیب سیستم‌های رباتیک با پرس هیدرولیکی که توی هر کارگاه و کارخونه توی ایران داره استفاده میشه. هیچ میدونستی که هیدرولیک همه جا نقش داره؟ و اگه تو بلد باشی نقش کسی رو داری که جز و اولین نفرها ارز دیجیتال یاد گرفته و میتونه کلی ازش پول در بیاره، چون همه لنگ هیدرولیک میشن اگه توی صنعت باشی. تو اگه علاقه داری که صنعت رو بهتر یاد بگیری سابسکرایب کنین کانالو، 800 تا ویدیو خوشگل از ترکیب هیدرولیک و پنوماتیک توی صنعت توضیح دادیم بهت که باورت نمیشه که چقدر میتونه به اطلاعات اضافه کنه. خبر ویژه اینه که ما دوره تخصصی هیدرولیک هم داریم برای شما.
برای شمایی که دوست داری این حرفه رو طوری یاد بگیری که بتونی وارد بازار کار بشی یا اصلا استخدام رسمی خود ما بشی توی بخش فروشمون به عنوان تکنسین و تعمیرکار هیدرولیکی که پروژه از ما کار از شما. پس کامنت بذار اگه علاقه داری که بهتر هیدرولیک رو یاد بگیری و مرسی که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.